درود بر همه بینندگان و آرزوی بهترین ها برای ملت ایران. در خبرها شنیدیم که دولت ایالات متحده، دولت آقای بایدن، طرح برنامه رو برای عملیاتی علیه حکومت ایران و گروه های نیابتیش تنظیم کرده، بعد از اون حمله ای که به برجک دو در قرارگاه نسبتا سری آمریکایی در مرز اردن با سوریه انجام شد با 3 کشته و 26 نفر زخمی، و پرزیدنت بایدن گفته بود که ما قطعا تلافی خواهیم کرد. چند روزی گذشت، برنامه رو تعیین کردن. ما هنوز نمیدونیم که کی این برنامه رو میخوان به اجرا بگذارن. شاید یعنی در این لحظه ای که ما این برنامه رو ضبط میکنیم هنوز نمیدونیم، ولی در مورد ماهیت این اقدام ها شایعات بسیار مختلفی وجود داره و مردم ایران هم به طور قاطعانه اون رو دنبال میکنن. همه میپرسن که آیا مفهومش این است که ارتش آمریکا به داخل ایران حمله خواهد کرد؟ پاسخی که من قاطعانه میتونم بدم نه هست. حمله داخل ایران صورت نخواهد گرفت. آیا ایالات متحده به منافع یا تأسیسات ایرانی در خارج از خاک ایران اقدام خواهد کرد؟ اون رو احتمال زیاد میدم، ولی باز همون بعیده. آیا ایالات متحده در خاک عراق علیه گروه های تلافی، علیه گروه های نیابتی رژیم ایران اقدام خواهد کرد؟ احتمالش بسیار زیاده، ولی در حدی خواهد بود، اگر واکنشی نشون داده بشه، در حدی خواهد بود که به سیادت و حق حاکمیت دولت بغداد آسیبی وارد نشه. دولت بغداد هم هشدار داده، روابط ایالات متحده با دولت بغداد بسیار مهمه. این هم هست که بنابراین نتیجه که میشه گرفت، یعنی ارزیابی که میشه ارائه کرد، این است که اگر علیه کتاب حزب الله و یا دیگر گروه های نیابتی حکومت ایران در عراق انجام بشه، خیلی محدود خواهد بود. آیا در سوریه خواهد بود؟ بله، ممکنه در سوریه باشه، به خاطر اینکه دولت آمریکا هیچ تعهدی نسبت به دولت بشار اسد که خودش رو به حکومت ایران فروخته نداره. ولی اونجا هم ما با یک مشکل روبرو هستیم، و اون این است که حکومت ایران که شدیداً ترسیده آمده و افراد بلندپایه، یعنی سرکردگان سپاه قدس رو که در سوریه بودن، به تهران فرا خوانده. هدفهای بسیاری از حکومت ایران در سوریه وجود داره، ولی این هدفها هم در حدی نیستش که بتونه یک اقدام تلافی جویانه جدی برای آمریکا محسوب بشه. دولت آقای بایدن باید بداند، میدونیم البته در آستانه انتخابات قرار دارن و دستش بسته است و نمیخواد که به اقدامی دست بزنه که وارد یک جنگ تمام عیار با حکومت ایران بشه. ولی دولت آقای بایدن نمیتونه و نمیخواد که به عملیات قاطعی دست بزنه که این سر مار رو بتونه بزنه. مطلقاً قصدشون زدن سر مار یا سر اختاپوس در داخل ایران نیستش. ولی به هر حال ما با کمال تأسف باید بگیم هنوز نمیدونیم که عملیات انتقام جویانه چی هست، ولی آنگونه که دیدیم که ایالات متحده علیه حوثی ها در یمن رفتار کرد و در موارد دیگر، و این واقعیت که 160 تا به حال حدوداً 160 عملیات ایزایی از جانب گروه های وابسته به ایران در عراق و سوریه و نقاط دیگر علیه سربازان آمریکایی انجام شده و تقریبا میشه گفت که بی جواب مانده. باید به آقای بایدن یادآوری کرد که وقتی که خواستن داعش رو نابود بکنن، و این کاریست که باید در اسرع وقت کرد، دیگه هیچ ملاحظاتی نداشتن و قاطعانه عمل کردن. البته طول کشید، ولی امروز میشه گفت که داعش نابود شده. اگرم نابود نشده، قدرت عملیاتیش بسیار بسیار ضعیف شده و
مدتی است که ما نمیشنویم. یه مثال دیگه بزنم و اون جنگ اسرائیل با حماس. اسرائیل بعد از اون جنایاتی که حماس در داخل این کشور انجام داد، به شدت داره حماس رو سرکوب میکنه. این تنها راه حل مسئله است، تنها راهی است که اختاپوس ها رو میشه بیجانش میکرد و این هدفی است که اسرائیل دنبال میکنه. بنابراین اگر آقای بایدن تصور میکنه که یه سیلی از حکومت ایران خورده و یه سیلی به حکومت ایران پس میده و قضیه تمام میشه، به نظر من اشتباه میکنه. این قضیه سر دراز داره. ایالات متحده باید قدرت بازدارندگی خودش رو در منطقه و در جهان حفظ بکنه. تمام امیرنشین‌های حوزه خلیج فارس الان منتظرن ببینن که ابرقدرت جهانی چگونه وارد عمل خواهد شد علیه رژیم ایران و سپاه قدس، و این تا حدودی ممکنه سرنوشت دولت آقای بایدن رو هم در ایالات متحده تعیین بکنه و رقم بزنه. شاید البته تأثیرش حاشیه‌ای هست. در یک کلام، فقط با قاطعیت و بدون مماشات میشه سر مار رو کوبید. اگر سر مار رو نکوبن، این فتنه در منطقه ما سالیان دراز ممکنه که ادامه پیدا کنه. پایدار و پاینده باشید. زنده مردم ایران و پایا و مانا سرزمین ایران.